سلام دوستان وقتتون به خیر باشه شب. با شبنامه در خدمت شما هستیم در ساعت گذشته خبری از اظهار نظرها و صحبتهای سریح آیت الله خامنی در خصوص اتفاقاتی که این روسا در کشور ما رخ داده بود در رسانه منتشر شده رهبر ایران این صحبت ها رو در جمع دانشجویان دانشگاه افسری نیروهای مسلح مطرح کرده میخوام بخشش رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که او در قبال آن چیزی که رخ داده چه موزه ای داشت است دوستان فقط لازم هست یک نکته رو داخل پرانتز خدمت شما یادآوری بکنم این چیزی که الان قرار هست با هم بخونیم این و این که مرور خواهد شد یکی از مهمترین سخنرانی هایی هست که آیت الله خامنه ای در طول این سالها داشته من درخواستم از همه دوستانم هم این هست که این ماجرا رو و این صحبت ها رو با تعمل بسیار بسیار بالایی مورد بررسی قرار بدن بخش ابتدای صحبت های ایشان رو میخوام برای شما بخونم در ابتدای صحبت های خودشون آیت الله خامنه ای اشاره کردم به اینکه در این حادثه که پیش آمده دختر جوانی درگذشته که دل ما هم سوخته است اما واکنش به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسلمی وجود داشته باشد عده بیایند خیابان را ناامن بکنن قرآن آتش بزنند هجاب از سر زن محجبه بکشند و مسجد حسینیه و خودروی مردم را با آتش بکشند یک واکنش عادی و طبیعی نبود دقت بکنید اینجا داره اشاره میشه به اینکه یک چیزی رخ داده که این قابل تعمله باید مورد بررسی قرار بگیره آیا عقبه ای داشته است یا نه دوستان قبل از اینکه ادامه صحبت ایشان را بخوانم میخوام یک سوال از شما بپرسم شما پنج ماه پیش این رو شنیدید که آقا میگن تا شهریور کار جمهوری اسلامی تمومه شما سه ماه پیش این جمله رو شنیدی یا نه شما شش ماه پیش این رو شنیده بودین که آقا میگن شش ماه دیگه کار جمهوری اسلامی تمومه. داستان میدونید چیه من فردا یک شبنامه هست مفصل برای شما توضیح خواهم داد که چه نقشه کشیده بودن قطعا مخ شما از آن چیزی که خواهید شنید سود خواهد کشید برنامه و بنای اینها از اردی بهش ماه در خیابانهای تهران در خیابان‌های تهران اومدن تو بعضی از کافه ها جلسه گذاشتن از فرانسه طرف عضو سرویس اطلاعاتی بوده بلند شده اومده فردا با جزئیات کامل توضیح میدم از انگلیس بلند شده اومده تبریز بلند شده رفته از اردی بهش ما اینا ریزی داشتن برای آبان ماه مونتا هدف به این شکل بود که آقا هدف گذاری تو بذار روی آبان اگر قبل از آبان همه ظرفیت ها آماده بود مثلا یه مونده به آبان همه ظرفیت ها آماده است یه دفعه یه جایی از این مملکت یکی میزنه تو گوش یه کوله بر. یا میزنه تو گوش یه سد معوری یا میزنه مثلا یه گلوله سمت یه سوختور شلیک میکنه اگه احساس کردی اونجا قابلیت انفجار جامعه وجود داره نمیخواد تا آبان وایسی در همون لحظه کل ظرفیتت رو بیار کف خیابون که حاکمیت قافل گیر بشه ماجرای محسای امینی از جمله ماجراهایی بود که قرار بود یعنی ظرفیت رو آماده کرده بودن که آبان رقم بزنن این ظرفیت کامل تخلیه شد چون اینجا همه امکانات اومد پای کار از اوردی بهش ورش نقشه کشیده بودن من مفصل خدمت شما فردا با جزئیات توضیح خواهم داد بریم ادامه صحبت ایشان رو با هم بخونیم ایشان در ادامه صحبت خودش به این اشاره میکنه که اگر قضیه این دختر جوان هم نبود بهانه دیگری به وجود می آوردن تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اختشاش ایجاد کنند این بحث خیلی مهمه ها در ابتدای مهر ناامنی و اختشاش ایجاد کنند از چند ماه پیش هی همه جا دارید شما میشنوید که یه سریا از بخصوص کسانی که برنامه سازها یا چهره های مطرح کانال ها و رسانه های هستن اینو گفتن آقا قرار شهری بر کار اینا تموم شه قرار 6 ماه دیگه چیکار دادش مگه داری میکنی پیشگو که نیستی که من میدونم پیشگو نیستی تو به یه جای وصلی دیگه اون سرویسی که تو بهش وصلی داره تحریزی عملیات میکنه به تو هم گفته از قبلش اومده روز ظرفیت فیلتر شکن کار کرده روی افزایش برنامه ها و افزایش کیفیت رسانه های وطن کار کرده خب ما هم اینا رو داریم میبینیم دیگه ما بی که نیستیم که انقدرشون میفهمیم ایشان در ادامه صحبت خودشون در همین خصوص به این اشاره میکنن که من به سراحت میگویم این اختشاش ها و ناامنی ها طراحی آمریکا و رژیم قاسف و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردن آقا از اول برنامه ریزی کرده بود که این کار انجام بده تو فرانسه یک نفری رو فرستادن این بلند شده اردی اومده ایران توی یک کافه توی تهران جلسه گذاشته با بچه هایی که در حوزه سنفی قرار هست تشکل هایی رو برای معلمین راه بندازن و اونهایی که قرار هست برای اتوبوس ها شرکت اتوبوسرانی و برای بچه هایی که در حوزه هم نقل شهری کار میکنن مسئله تشکل های سنفی رو پیگیری بکنه همه اینها شیرفهم شدن همون اردی ما همه شنان هم کردن توی صحبت خودشون بهش اشاره کردن من با جزیات فرد خدمت شما عرض میکنم بخش قابل توجهی از اینها به طور کامل برای این عملیات آماده بودن فقط منتظر بودن که یک وسیله پیدا بکنن برای اینکه این عملیات رو رقم بزنن ادامه صحبت ایشان رو با هم بخونیم ایشون در ادامه اشاره میکنن که در داخل کشور ما بعضی ها نسبت به اینکه بگیم فلان حادثه کاره دشمن بوده حساس هستن فورا میان جلو مثل کسی که میخواد دفاع بکنه از سازمان‌های های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی تحلیل های مختلفی ارائه میده لفاظی انجام میده مغالطه انجام میده برای اینکه اثبات بکنه آقا اصلا ربطی به دشمن نداره یک اتفاقی بوده که به خودی خود رخ داده هیچ کس این که ممکن هست به طور احساساتی کارهایی کرده باشن رو نمیتونه رد بکنه نمیتونه ندیده بگیره ولی کلیت آن چیزی که ما این روزها بررسی کردیم از بژیکومولهای که شنیده شد تا سازماندهی که انجام دادن نشون میده آن داستانی که کف میدان در ایران رخ داد از ابتدا کاملا تدارک دیده شده بوده ادامه صحبت ایشون رو با هم بخونیم ایشون در ادامه صحبتشون به این اشاره میکنن که در این حادثه بیش از همه به سازمانهای انتظامی کشور و به بسیج و ملت ایران ظلم شد البته ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود در آینده نیز هر کجا دشمن بخواهد اختلالی ایجاد کند آنکه بیش از همه سینه سپر خواهد کرد ملت شجاع ایران خواهد بود خدمت شما هستم دو سه هفته آیت الله خامنه ای یک کلمه صحبت نکرد آقا من نیاز دارم که مردم به این بلوغ برسن اگر بحرانی پیش آمده خودشان بیان داستان رو جمع بکنن مردم باید اینو یاد بگیرن و مردم اثبات کردن که به این نقطه رسیدن شما نگاه میکنین این کشور ریخته به هم آیت الله خامنه‌ای برخلاف دفعات گذشتی که اظهار نظر کرد بعدش جمعیتی میومد کف خیابون ایبار اظهار نظر نکرد خود جامعه آمد این کار کرد نکته بعدی رو دقت بکنید میگه اون کسی که بهش ظلم شد نیروی انتظامی ایران بود حالا ما از سعودیت ترنشنال ها انتظار نداریم از جماعت وطن فروش از اون سلبریتی هایی که کف فضای مجازی لجن پراکنی کردن دهها فیلم از رفتار مثبت نیروی انتظامی وجود داره رفتن یه فیلمی که قبل و بعدی داره و هیچ چیز از اون قبل و بعدش وجود نداره رو پیدا کردن دارن روی این مانو ویدن که آقا این صحنه رو ببینید این صحنه نشون میده که اینها در حال جنایت هستن شما نگاه بکنی اون مهره هاشون که قرار بود پنهان بازی بکنن چون اینا یه دفعه فکر کردن کار نظام تمام همه مهرها رو سزوندن. حتی مهره هایی که این روزهای گذشته و ماههای گذشته و در طول سالهای اخیر پنهان نقش کسی رو بازی میکردن که ملیگرا هستن و از تقابل با تجزیه طلبان نان میخوردن اونها هم الان دارن ویدیوهای پخش میکنن برای تخریب نیروی انتظامی ایران دقت کردین چی شد کلیت ظرفیت شبکه شاور پایکار برای اینکه همه با هم نه اینکه هشتگ بزنن همه با هم در عمل با تولیداتی نیروی انتظامی رو وادار بکنن که تفنگش رو زمین بذاره وادار بکنن که خل اصلاح بشه هزار تا کار خوب کرد در این ماجرا نیروی انتظامی چندین جا آتش سوزی اتفاق افتاده آتش نشان نتونسته برسه نیروی انتظامی بلند رفته نجات داده افرادی در داخل خونه بودن داستانهای مشابهی پیش آمده افرادی در خودرو بودن آتش به خودرو افتاد نیروی انتظامی رفت نجات داده حالا یکی دو تاشو صدا و غیرت به خرج داد بالاخره یک مصاحبه گرفت از حقایق میدان و حال همه ما رو خوب کرد ولی اینا داستان هایی است که اصلا گفته نمیشه و اینها مظلوم واقع شدن این بچهایی که همین دیروز و هم باز شهید دادن یکی تو قشم شهید شده یکی تو قم شهید شده دلخراش هم شهید شدن روایت های دلخراشی داره من نمیتونم بعضیش رو چون خانواده اینها ممکن هست بشنون و از این جهت اسارت من صحیح نمیتونه باشه دقت کنید چی شد اینها داره اتفاق میفته و ایشان خیلی سریح اینجا اعلام کرد که اون کسانی که در این حوزه کارهایی انجام دادن و تولیداتی داشتن خیانتی انجام دادن و ظلم میکردن به نیروهایی که وظیفهشون دفاع از وطن هست حالا در ادامه منطق این رو توضیح میدن یک نکته ای رو ایشون بهش اشاره میکنه در خوش فوق العاده است میگه اختشاش در حال حاضر در اروپا داره انجام میشه در فرانسه داره انجام میشه در کشورهای مختلف مفصل داره انجام میشه نه رئیس جمهور آمریکا محکوم میکنه نه نماینده های مجلس آمریکا در حمایت از اختشاش گرا حرف میزنن نه کسی میاد اعلام بکنه که آقا یه پیام رسانی رو میخوام راه بندازم یه سخت افزار یا نرم رو میخوام تو کشور شما راه بندازم که بتونی اختشاش رو ادامه بدی شما نمونه ایش رو در جای از دنیا داری که آمریکا اعلام کرده باشه فلان نرم رو فعال میکنم که اختشاشگرها بتونن ادامه بدن هیچ نمونه ای نمیتونی مثال بزنی خب پس سر ایران چرا داره اتفاق میفته چون کاملا سازماندهی شده است کاملا هماهنگه بخشش رو میخوام از روی متن برای شما بخونم آیا سابقه دارد رسانه های جمعی وابسته به سرمایهداری آمریکا و موضوران آنها همانند برخی دولت‌های منطقه و از جمله سعودی‌ها از اختشاشگران در کشورهای دیگر حمایت بکنند آیا سابقه دارد آمریکایی‌ها اعلام کنند که ما فلان سخت افسار یا نرم افسار اینترنتی را در اختیار اختشاشگران قرار می‌دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار کنند چنین حمایت‌هایی در ایران اتفاق افتاده پس چگونه است که برخی دست خارجی را نمی‌بینند و چگونه است که انسان هوشمند احساس نکند که در پشت این حوادث دستای دیگری وجود دارد یه نکته ای رو ایشون مطرح میکنه به نظر من در نوع خودش بسیار بسیار این نکته فوق العاده است ایشون اشاره میکنه به اینکه این اقدامات رو در مرزهای شمال غرب و جنوب شرق کشور ما رقم زدن برنامه ریزی هایی داشتن به خاطر اینکه تصور میکردن مردم باشون همراهی بکنن بعد میگه من در میان قوم زندگی کردم و آنها عمیقا به جمهوری اسلامی وفادار هستند قوم کرد نیز یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقه به میهن است و بنابراین این نقشه آنها نخواهد گرفت یک نکته ای ایشون مطرح میکنه در ادامه به این اشاره میکنه که آنها میخواهند. این پیشرفت ها در کشور ما شکل نگیرن ایران پیشرفت رو در حال حاضر داره میخواد پیشرفت ها در ایران متوقف بشه میخواد ایران به چالش کشیده بشه آ یه سال من چجوری میتونم اونجایی که شما داری زندگی میکنی الان در کار شما اختلال ایجاد کنم جلوی پیشرفت تو بگیرم میدونی ساده ترین کار چیه؟ اینه که بتونم امنیت رو ازت سلب بکنم تو زمانی که امنیت نداشته باشی چجوری میخوای کار کنی چجوری میخوای بشینی برنامه‌ریزی کنی برای زندگی شما تصور کن یه رفیقی الان به مشکل برخورده یا یه اتفاق خانوادگی یه جایی تو فامیلتون رخ داده تو جمع رفیقات رخ داده تلفنی میخوای با یه رفیق دیگه دربارش 20 دقیقه صحبت کنی بشینید با هم اون مسئله رو باز بکنید دربارش حرف بزنید تو ایده بدی اون ایده بده حرف بزنید به یه چیزی برسید وقتی یک نفری در اون محیط مدام داره تلاش میکنه آرامش تو بگیره این چطور میتونه رخ بده همه چیز مختل میشه دیگه پس آرامش رو اگر تونستی بگیری پیشرفتم جلوش گرفته میشه هر کار دیگری جلوش گرفته میشه این بحثشون فوق العاده است میگه اینا تلاش کردن که دانشگاه های ما تعطیل بشه ناآرامی درش اتفاق بیفته تنش درش اتفاق بیفته به خاطر اینکه میخوان جلوی پیشرفت علمی ایران رو بگیرن این حرف خیلی دقیقه ها آقا تک تک این کشاری که اطراف اینا فقط بلدن تسلیحات و تجهیزات و امکانات و علم و پیشروی و تکنولوژی بخرن اصلا نمیتونه داشته باشه داره تلاش میکنه دست و پا میزنه نمیتونه داشته باشه در کشور تو اگر دانشجویی جایی داره درس میکنه باید تمرکز ازش گرفته بشه فیلم های دانشگاه شریف رو نگاه بکنید هم اونایشون که انقلابی و حامی ایران هستن هم دیگهشون که انقلابی و حامی ایران نیستن نوع دیگری به مسائل نگاه میکنن همه افتادن به جون هم درگیر حاشیه و مسائل سیاسی شدن آقا این دانشجو باید درس بخونه اونجا دیگه مثلا خیر سرم و یکی از بهترین دانشگاه ایرانه اگر اینا قرار نیست فرصت تحصیل پیدا بکنن اگر اینها قرار نیست که متمرکز بر درس بشن پس دیگه ترمز در همه جای ایران قرار در این حوزه کشیده میشه دیگه داریم درگیر حاشیه میشیم باید از این داستان عبور کرد. نه نمیذارن دانشگاه تو و درگیر این داستان باشه چون ترمز تو باید کشیده بشه ادامش رو با هم بخونیم ایشون در ادامه به این اشاره میکنن که پشت صحنه غذایای اخیر این زورگویان قرار دارن و دعوا بر سر از دنیا رفتن یک دختر جوان یا بر سر با هجاب و بی هجاب نیست خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارن جزء هواداران جدی جمهوری اسلامی هستند و در مراسم مختلف شرکت میکنن دعوا و بحث بر سر استقلال و ایستادگی و تقویت اقتدار ایران است آقا شک داری در این حرفی که این زد شک داری میخوای به اثبات کنم حرفش درسته یه نگاه بنداز به تجمعات مخالف آقای خامنه ای تو تجمعات مخالف چی میبینی پرچم تزی طلبا داره شما معنازه افشار و محسن نامجو رو تونستی اخراج کنی پرچم تزی طلب نتون سی اخراج بکنی اصلا وزنی نداره برای شما اصلا اهمیتی نداره برای شما اصلا وطن برای شما مفهومی نداره او آمده کنار شما سیاهی لشکر شما شده دقیقا مثل حقیقتی که در میدان ایران رخ داده همشون اومدن جمع شدن دور اون بجی بجی میکنه یکی هم چی میکنه عزیز پهبادای من زمانی که به پرواز در بیاد فقط بیج بیج بوم بوم شنیده میشه در آسمان نمیذارم صدات کامل بشه نمیذارم نفس شما رو میبورم وسط این مملکت نمیذارم کسی از سجزی طلبی حرف زنه ولی او داره بجی کموله میگه چرا داره میگه به خاطر اینکه صدای بجی ایران رو این تجمعات داره خفه میکنه این بازی های ساده انگارانه ابلهانه داره خفه میکنه چقدر دقیق داره اشاره میکنه استقلال وطن هدف گرفته شده این نکته اول نکته دوم میگه آقا اصلا بحث بس, بس, بس با هجابی هجاب نیست بعضی از اینا که اومدن از وطن دفاع کردن بی ببینید ببین عکس تک تک اینا رو من متاسفم بعضی از دوستان انقلابی من هم اومدن این عکس‌ها رو تو کانالشون پخش کردن تیکه انداختن که جمهوری اسلامی این تناقض رو توضیح بده این خانم بی اگر مثلا فردا روزی تو خیابون حرکت بکنه گشت ارشاد نمیگیرش دادش این حرف اول حرفه حسن آقامیری و بقیه بی هایی است که آن سوی میدان ایستادن دوما از خودش چرا نمیپرسی این خانم های بی هجاب خیلی هاشون این روزها به من پیام دادن طرف میگه آقا بیزارم از هجاب بیزارم از گشت ارشاد حالم به هم میخوره خیانت میکنید اگر ور نداری گشت ارشاد و اگه حجاب ور نداری ولی یادتون باشه این شرایط بخواد این شکلی بری جلو خودم شادور سر میکنم در حمایت از ایران هستم خیلی ها آقا چجوری به این تناقض افتادیم چون وطنم در خطره به تناقض افتادم رفقا چرا از خود این افراد نمیپرسی که تویی که میدونی گشت ارشاد ممکنه بگیرد چرا کنار وطن ایستادی چون خطر رو احساس کرده ببین این حرفی که ایشون داره میزنه خیلی جالبه میگه که خیلی از این بیهجابها در تجمعات حامی ایران هستن عکسها و فیلم‌هاشون هم این چند روز منتشر کردم مسخرهشون کردم به خاطر اینکه دیگه بترسه جرأت نکن حضور پیدا کنه پس مسئله مسئله با حجاب و بیهجاب نیست مسئله مسئله استقلال وطنه نکته ای رو ایشون در ادامه بهش اشاره میکنه میگه که گروهی اومدن داخل خیابان ها فساد کردن تخریب کردن فضای کشور رو به هم ریختن بعضی از اینها جوان و نوجوان هستن هیجان داشتن اینها برنامه های اینترنتی دیدن تحریک شدن به خیابون اومدن با یک تنبیه میشه اینا رو متوجه کرد بهش توضیح داد که این کاری که داری میکنی غلطه اما بعضی از اینها ماجراشون این شکلی نیست اینا منافق هستن، تجزیه طلبن، سلطنت طلبن، خانواده ساواکی ها هستن. اینها کسایی که به امنیت کشور ضربه زدن و قوه قضاییه باید مجازات سنگینی برای اینها تعیین بکنه. من نمیخوام روی بخش های مختلف صحبت ایشان مفصل توضیح بدم صرفا میخوام یک عبور گذره داشته باشیم در ادامه اشاره میکنن به اینکه برخی چهره های ورزشی و هنری اومدن اظهار نظرها و موازی داشتن که این موازه موضع موازه تنش آفرینی هست ایشون میگه که از نظر من این موازه هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم نیستند و موزگیری چند نفر ارزشی ندارد من اخیرا یک مطلبی کار کرده بودم در خصوص یکی از ورزشکار همون مهدی تارمی که توی اروپا به خاطر نوع بازی که انجام داده پرچم ایران رو روی سکو بردن بالا دختر خانم و آقا پسر اینا اصلا نمیدونن ایران چیه ما کی هستیم چی کار داریم میکنیم الان دعوامون سر چیه پرچم ایران رو برده بودن بالا از این آدم داشتن تشکر میکردن به این آدم داشتن آفرین میگفتن زمانی که این رو منتشر کردم از سوی بعضی از دوستان سرزنش شدم که آقا اینا همه شما آدم های کسیفی هن، اینا همه شما آدم های فلا, فلا شده هن. به چه حقی شما داری تشریق میکنی این سلبریتی ها رو و ها رو فوتبالیست ها رو آقا متن صحبت ایشان رو بخوانی همشون از زمین شکلی نیستن بله اون کسی که این روزها خیلی از همه سریعتر و اوریانتر درباره سلبریتی ها بسیار تون صحبت کرده یکیش خود بنده هستم ولی آیا همه ای سلبریتی ها این شکلی هن؟ از کشیگیر مملکت تو تا فوتبالیستایی که حتی همین ها بعضی هاشون به فکری رفتارشون با ما همخوانی نداره آیا رفتار مثبت ندارن آیا چیزی که بشه روش ندارن بسیار بسیار زیاده متاسفم اگر کسی یا افرادی به شیوه این رفتار میکنن که کلیت این جامعه اولا دلش نسبت به حاکمیت سیاه میشه دوما به این جمعنی میرسی که باید بره در کنار دیگر نیروها یک طرف متحدانه در مقابل وطن بیسته ادامه صحبته ایشان رو برای شما میخوانم ایشان به این نکته اشاره کردن که وقتی یک نفری در خیابان میاد در مقابل پلیس میایسته به پلیس ضربه میزنه این فرد کسی هست که داره کمک میکنه پلیس جامعه تضعیف بشه و مجرمین تقویت بشن تو زمانی که به پلیس حمله میکنی پلیس تو تضیف میکنی در شبکه اجتماعی داری فرشش میدی مسخرش میکنی تو داری کمک میکنی که زورگیرها اوباش سارخا اینها تقویت بشن آقا من پلیس این مملکتم فردا میخوام با یه زورگیر دعوا بکنم دوباره فیلم منو منتشر نمیکنم پیج اینستاگرام فلان سلبریتیو اون یکی پخشش بکنه بگه این از پلیس سرکوبگر ایران قطعا همچین چیزی رخ میده دیگه حتما دوباره پخشش میکنن میخوان منو فشکش بکنن دقت کنید چی شد ببین بعضی جاها آن چیزی که داره رخ میده به سراحت خل اصلاح نیروهای مسلح ایرانه یعنی تفنگت رو زمین بویسار بدیم با هشتگش جنگیم که هنر شد که تو خودت این روزها اگر سرباز رسانه ای در کنار تجزیه طلبی شده باشی که با محتوایی که تولید میکنی پلیس رو وادار بکنی که تفنگش رو زمین بذاره یا به تو خودت مزور دشمن هستی در کنار اونها ایستدی. خب این در عمل وقتی داره اتفاق میفته قابل تعامله بخشی از صحبت ایشان هست که با هم مرور کردیم بهش پرداختیم به نظر من صحبت ها فوق العاده بود در این که این ماجرا از ماهای قبل سازماندهی شده و براش نقشه های کشیده شده حرفی مفصلی هست بخشش رو فردا شب خدمت شما ارائه خواهم داد که قطعا از شنیدن حیرت زده خواهید شد نکته دیگه ندارم اگر احساس کردین نکته در قالب پیام برای من بفرستین خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر